راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران که دونالد ترامپ آن را ترسیم کرد به تیتر نخست روزنامه‌های ایران تبدیل شد. همه تیترها بر این مسئله تاکید داشتند که هیچ بند جدیدی به توافق هسته‌ای اضافه نخواهد شد، حتی اگر آمریکا تهدید کند که از آن خارج می‌شود یا سپاه پاسداران که آن را سازمانی تروریستی نامید تحریم کند. علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید: آقای ترامپ علی‌رغم همه تهدیدهایی که انجام دادن تصمیم روشن و مشخصی رو اعلام نکردن، فقط فضاسازی و تهدید. سعی کرد اتهاماتی که متوجه خود امریکا هست در نقض حقوق بشر، در حمایت از تروریسم، اونها رو منحرف کنه و به سمت ایران بیاره، ولی در یک اظهارات بسیار ناشیانه سپاه پاسداران رو هدف قرار داد. آقای ترامپ باید جواب بده آیا بدون برجام امنیت امریکایی ها بیشتر تضمین میشه؟ در این میان اگرچه روزنامه‌های اصولگرا و تندرو سخنان ترامپ را آخرین میخواب تابوت برجام نامیده و آن را تمام شده تعبیر نمودند، اما اصلاح طلبان با تکیه بر مواضع مقامات اروپایی که سیاستی متفاوت از آمریکا در مقابل برجام اخذ نمودند را پیروزی برای ایران و همراهی اروپاییان را به منزله پایان عزلت سیاسی ایران عنوان کردند. سخنان ترامپ اگرچه تلاشش مخاطبانی را در میان توده مردم و جامعه ایرانی با خود همراه سازد، اما این سخنان با استقبال روبرو نشد و برعکس موجی از واکنش‌های منفی را در بر داشت، به خصوص آنجا که به جای واژه خلیج فارس از واژه مجهول خلیج عربی نام برد، یا جایی که ملت ایران را ملتی تروریست نامید و با ادبیات تهدید با آنان سخن گفت، ادبیاتی که ظاهرا باعث نگرانی و تأثیری در میان آنها نشده است. تقریبا خیلی رابطه خاصی شاید فکر نکنم با کشور آمریکا داشته باشیم. حالا آمریکا اگه بخواد این کارو بکنه ممکنه بخواد یه هم ضرر بزنه، بخواد سنگ اندازی بکنه، ولی فکر نکنم خیلی تاثیر عمیق بذاره روی خود برجام. ترامپ بلا نسبت غلط کرده که گفته هیچ کسی به فکر خدا بهتر از خود ما به فکر خودمون نیستیم، هیچ کشوری به فکر ما نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود در پاسخ به سخنان ترامپ اعلام کرد که کشورش ناقض برجام نخواهد بود، اما تا زمانی به برجام پایبند است که از منافع آن برخوردار باشد. وی همچنین عنوان کرد که برجام قابل مذاکره مجدد نیست. روحانی با انتقاد از سخنان ترامپ تاکید داشت که فعالیت موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و هیچ چیز نمیتواند ایران را در این خصوص محدود نماید. به نظر کارشناسان مصالح ایران تا زمانی تامین خواهد شد که اتحادیه اروپا، چین و روسیه به برجام پایبند بمانند. ایران خواستار افزایش تنش‌ها نیست و بارها اعلام کرده است که اولین کشوری نخواهد بود که ناقض برجام باشد. با همه اینها مواضع مقامات ایرانی طی روزهای گذشته نشان می‌دهد که در خصوص موضوع موشک‌های بالستیک و بنیه دفاعی حاضر به انجام مذاکره نیستند و در مقابل اعمال تحریم‌های بیشتر علیه سپاه پاسداران از سوی آمریکا واکنش جدی نشان خواهند داد. جواد منتظری، یورو نیوز، تهران.